ما معمولا اینجوریم تو مراسم مذهبی همه هستیم و ادای مذهبی چون هزینه که نداره، که هزینه نداره، یکم ریش میخواد و یکم سبحکم الله و مساکم الله و تمام میشه دیگه. اینا که هزینه نداره، اینا همه بلدن. او جایی که باید هزینه بدی، یعنی مثلا یک خسارت مالی باید بکنی، داری میکنی در راه حق ولی تحمل نمیکنی، یک سود منافع مادی تو بازار ازش نمیگذاری، میگه حالا عیب نداره، این حالا دروغ میگیم، خیانت میکنیم، رشوه، همه اونایی که میکنیم، اونایی که نمیگم همه اینجوره. باید بین آبروت و وظیفت یکی رو انتخاب بکنیم. ما وظیفمون رو حاضر نیستیم ترجیح بدیم تا برسه به جان، تا برسه به جان، از جانم حاضر نیستیم بگذاریم. اینا شما نگاه نکنید، این حالا همه تو شرایط صلح همه مذهبی هن، زمان چیزم همینطور بود، زمان همه پیغمبرها و امامها اینا اینجوری بودن، زمان صلح همه مذهبی و اینا میکنن، تقبل الله طیب الله، اینا همه بلدن. ولی لحظه جنگ، اون لحظه ای که باید از زندگیت بگذری، جانتو تو کف دستت بگیری بیای جلو، همین اقشار مذهبی رو میبینید گاهی یک دهمشون هم نمیاد، بقیه همو عقب وای میستن، میگن وفقکم الله، ان شاء الله موفق بشید. شما از این اصطلاحات هم همه بلدن که کجا با چی رو بگن. موقع جهاد میگن وفقکم الله، شما برید موفق بشید. سر سفره بلدن چجوری دعای سفره بخونن و اینا رو کارا رو بلدن. تو روزه هم که طیب الله و اینا هست، جاهای مختلف چیزا کلماتی آماده هست برای همه کارا. اما اون لحظه که باید جانتو کف دستت بگیری و مستقیم بری تو دل آتش، اون وقت میبینید از 100 تا مؤمن متدین مذهبی 5 تا هم نمیرن. خب این تجربه رو داشتیم، دیدیم ما دیگه، در زمان جنگ اکثرشون جبهه نمی آمدن، که یک بخش کوچکی از ملت شریف ایران می آمد جبهه، جونش کف دستش می گرفت، یه چند صد هزار خانواده بودن، بقیه ملت شریف ایران تایید می فرمودن. تو انقلاب هم همینطور بود، انقلاب رو یه اقلیتی شروع کردن، بعد اکثریت دیدن داره کار اینا پیش میره آمدن. سید الشهدا چرا میگن که دین بازی است بر سر زبان مردم، انما الدین لعق علی السنتهم، مردم تو زبون بازی همه مذهبی هن. اما اذا محسوا بالبلاء، اون لحظه ای که لحظه آزمایش برسه که باید از جانت، از مالت، از خانوادت، از آبروت بگذری، قلت دیانون، این تعبیر سید شهدا است دیگه، اون وقت خواهید دید که چقدر دیندار کمه، خواهید دید که 5% دین دارن. سید شهدا میگن تا وقتی لقمتون چرب، همه تون متدینید، همه مادرت علیه معایشون، تا وقتی که زندگی و معیشتشون روبراهه، میگن حالا کنارشم مذهبیم دیگه، ضرر که نمیکنید. میگیم ماها که زندگیمونو که داریم میکنیم، بازار و مغازه و همه کارامون هم که روبراهه، در وسط صحنه سیاست و اقتصاد و اونایی هم که مذهبی و غیر مذهبی فرق نمیکنه، چون ما خیلی مثل غیر مذهبی ها داریم، مثل درست مثل غیر مذهبی ها کار میکنیم. مثلا او دروغ میگه ما هم میگیم، رشوه میگیره ما هم میگیریم میدیم، کلاه برمیداریم ما هم میکنیم، یک قرون بتونی از او بیشتر بگیری کمتر بدی خب ما هم میکنیم. فرق مذهبی و غیر مذهبی چی؟ فرق مذهبی و غیر مذهبی امروز در این دوران تو همین مجلس های عاشورا و اینا، غیر مذهبی ها خیلی مجلس عاشورا نمیان، مذهبی ها او رو میان، ضمن که غیر مذهبی های هم الان میان. الان غیر مذهبی ها، اونایی که حتی خیلی هم قبول ندارن، اهل نماز روزی هم نیست، اونا روزای عاشورا شما میبینی اونا هم میان، عزاداری هم میکنن، انشالله هم از همه خدا قبول میکنه. ولی این که میگید که آقا عاشورا روز عشق، روز همه بیان، مؤمن، فاسق، عرق خور، دزد، رشوه‌گیر، همه بیاین، امام حسین همه تون راه میده، مجلس صفاست، همه با هم میریم حال میکنیم اونجا. میگه امام حسین میگه تا وقتی مردم زندگیشون رو به راه به سبک کفار زندگی میکنن، علیه سکولاریسم حرف میزنن، به سبک سکولار، مگه سکولاریست ها چجوری هن؟ مگه شاخ دارن؟ مگه سکولاریسم رو سرش دوتا شاخه؟ سکولاریسم میگه من به حق و باطل و شرع و ناشرع و آخرت و این حرفا کار ندارم، عدل و ظلم، اینا منافع من در دنیا. سکولاریسم یعنی اصالت دنیا. دنیا امروز اکثرا به لحاظ نظری شفاف میگه من سکولاریزمم. ماها خیلی همون غیر شفافیم، به زبان با سکولاریزم
مبارزه میکنیم، میگیم آقا زندگی به سبک دینی، در عمل میبینه که همون کاری که اونا میکنن گاهی بدترش هم تو جامعه های مذهبی انجام میشه. والا این همه پرونده تو دادگاه چیه؟ اگه این جامعه، اگه ما حسینی هستیم، این همه طلاق چیه؟ این همه طلاق تو جامعه حسینی طلاق اینقدر؟ این همه پشت سر هم حرف زدن و دروغ گفتن و خشونت و تنش و پرونده های دادگستری و اینا چیه؟ خب اینا که زندگی به سبک حسینی. پس معلوم میشه همون حرف ابو عبدالله درسته. فرمودن مردم مذهبی هن به شرط منافعشون، هزینه حاضر نیستن بدن. مذهبی در همین حد لفاظی و ادا و ظاهر و چراغونی و پرچم سیاه و پرچم سفید و از این کارا، اینو که همه مذهبی، امام حسین خودش هم قبول داشت، حتی غیر مذهبی هم میگه وقتا مذهبی هن. تو تهران یه هیئتی را افتاد، دوست دختر دوست پسرا، جدی میگن دختر پسرایی که با هم دوست چیزن، هم دوستی های بدون عقد و اینا، حتی اینا آمده بودن هیئت، اینا نمیدونم اسمشون هیئت گل و بلبل بود چی بود، الان نمیدونم، حتی اینا هم آمدن، ان شاء الله امام حسین از اونم قبول میکنه.